راجع به فیلم بسیار بسیار اساسی و مهم ایچگاه که حرف میزنیم، سایکو. فکر میکنم همه علاقمندان سینما دیدنش. فیلم مطلقا بی‌نظیره و شخصیتی که توش ساخته میشه، نورمن بیتس، با بازی بی نظیر آنتونی پرکینز، برای همیشه آدم یادش میمونه. سایکو یک درامیه که اگر امروزی ها می ساختن، که چندین نسخه دربارهش ساختن و همه بد بود، بسیار فیلم سختیه. یه آدم دو چهره در درون دو چهره، یعنی هم خودشه هم مادر مردش. مادر رو کشته و معشوق مادر رو هم همینطور، ولی مادر رو نگه داشته، تاکسی ارمیش کرده و تو خونه نگهش داشته. دختری که به شدت معترض نسبت به شرایط زیستیش، کارمند یه جای کوچولویه و نیمه فقیره، نامزدی داره که با هم گاهی ملاقات میکنه، اما دختر ناراضیه و میخواد از این شرایطی که همه وضعیتشو با نامزدش به هم زده، یعنی مالی، رها بشه. برای رها شدن آرزو میکنه از اون آرزوهای هیچکاکی و آرزو به واقعیت تبدیل میشه. میاد سرکار، بعد از اون معاشقه با نامزدش در یک هتل دست سه و یه کابوی امروزی که میگم زمان فیلم، با 40,000 دلار نیمه مست وارد میشه، میشینه رو میز دختره و کمی مغازله میکنه و 40,000 دلار به اون میده، میگه این پول نقد برای خریدن یک خونه است برای دخترم که داره ازدواج میکنه. پول خوشبختی نمیاره، این جمله طرفه، اما بدبختی رو عقب میرونه. خب دختر پول میگیره، میذاره توی یه پاکت، پول نقدو که ببره فردا صبح بذاره بانک و داستان با این پول شروع میشه، با این پول فرار میکنه. صداهای ابژکتیو در مسیر حرکت این دختر بسیار فرمیک و تعیین کننده و شخصیت پردازه. Of course I'm glad to see you. I always am. What is it, Marion? صدای سوبژکتیوی که کاراکتر ماریان میشنوه از لحظه فرارش از شهر، جلو رفتنش، صدای رئیسش و اون دوست رئیسو که پولش برداشته، و بعد صداهای دیگه‌ای که باز در این سفر تک و تنها به یک کجا معلوم نیست میشنوه. صداها ترس ماریون از آنجا که پشت سرشه. ماشینش رو عوض میکنه، قبل از عوض کردن ماشین از خستگی تو جاده میخوابه. پلیسی میاد بالا سرش توی کلوزآپ صاف توی شیشه ماشین. این پلیس هیچکاکیه، یه عینک دودی سیاه داره. ما تو اون کلوزآپ فکر میکنیم این راهزنه، این دزده، این به همه چیز فکر میکنیم جز به پلیس. این پلیس هیچکاکیه، اون رو تعقیب میکنه، اون ماشین میخره، ماشینش عوض میکنه برای که ردشو گم کنه.
تا جایی که اون ماریان از شهر خارج میشه و به تو جاده میفته که جاده فرعی و انحرافیه. این مأموریت این پلیسه. کمی شبیه پلیسای فیلم مرد عوضیه که کاراکتر ما رو شخصیت اصلی رو وادار میکنن انگار که دستگیرش کرده از همون ابتدا وادار میکنن بره تو تونل و بقیه ماجرا. دختر در شب تاریک بارونی به سمت جایی حرکت میکنه، یه شهری. بارون میباره و بارون مانع دید میشه. ببینید که هیچکاک با بارون چی کار میکنه. در همه فرهنگ ها چه شرقی چه غربی بارون نعمته، بارون خوشاینده، بارون سر سبزی میاره، بارون همه ویژگی های مثبت داره. تو فیلم هیچکاک بارون شومه و جاده ای رو که توشه درست نمیتونه ببینه تا این بارون بعد از پلیس بارونه که این نقش رو ایفا میکنه. میرسه به یه موتلی به اسم موتل بیتس. تصویر اولی که از موتل میبینیم نیمه رویایی کابوسیه، نیمه کابوسه، اصلا محوه، نیمه محوه. انگار پلیس و بارون نقششون اینه که این رو بکشونن به این موتل. اونجا با نورمن بیتس آشنا میشه، اتاقی میگیره و نورمن بیتس که عرض کردم با جسد مادر زندگی میکنه. این موتل یه موتل از نظر معماری افقیه، یک طبقه افقی. چند قدم اونورترش یک قصر، یک قصر شبه کافکایی، سیاه، همیشه سیاه، و یه پنجره که توش نوره. اون پنجره گویا مال مادره. اون قصر همیشه بالا سر این موتله و حاکم بر این موتله. قصر اولمپوییه. این قصر وقتی که نورمن بیتس درش زندگی میکنه که وقتی مشتری نداره همش اونجاست، تحت حکومت و سلطه مادره. وقتی مشتری داره از اون قصر میاد توی هتل مدرن امروزی یه طبقه افقی. دختر ما ماریون که به اینجا میرسه صدای سوبژکتیو مادر رو میشنوه که داره حسادت میکنه به او، به این که نورمن بیتس داره یه ساندویچ کوچیک با شیر براش میبره. صدای معترض و خشن مادر که دختر میشنوه. میرن که غذا رو بخورن توی محبته کوچکی که متعلق به نورمن بیتس، پر از پرنده است، پرنده های خوش شده. این صحنه یکی از عجیب ترین صحنه های هیچکاکیه تو میزانسن، جایی که دختره میشینه غذا میخوره و این ور که نورمن بیتس روی مبل کوچکی لم داده، دور و برش هم پرندن. با دستش با این پرنده ها مانوسه. در دیوارم پر پرنده است و یه دونه هم نزدیک دختره. قاب بندی این صحنه و اهمیتش به حدیه که همه ی فیلم بعد از این صحنه سامان میگیره. I figured I'd like to go up there and curse her and leave her forever. نورمن بیتس جاهایی عصبانی میشه موقعی که دختر داره در دفاع از اون علیه مادرش حرف میزنه که بهتره بذاریش توی جایی
خانه سالمندان. نارامیتس اون روی دیگش اینجا آشکار میشه. رویی که باز مادر توش حاکمه و قلدوره و پرخاشگره. بالاخره دختر بعد از صحبت ها تشکر میکنه از نورمن بابت غذا و بابت خاطراتی که براش تعریف کرده. یه جمله شوپنهاوری در این صحنه هست که نورمن بیتس به ماریان میگه، میگه کجا داری فرار میکنی؟ اون یه خود خودشو جمع میکنه، میگه هیچ جا ما فرار نمیکنیم، ما همه در دامهای خودمون اسیریم و چنگ میکشیم به این دام. دختر بابت این جمله تشکر میکنه، بلند میشه، میزانسان تغییر میکنه، دختر حاکم میشه و بیتس مغلوب. از اینکه داره بلند میشه، دختر میگه من هم یکی از این دامهایی که توش افتادم میخوام برم برگردم و خلاص شم. یعنی اینکه اینجا به ما میگه میخواد برگرده و پولا رو پس بده و به زندگی برسه. موقع خروج از این اتاقک، اتاق پرندگان، نورمن داغون شده حسادت میکنه به اینکه این دختر توان رفتن بیرون از دام داره و اون نداره. نگاهش این رو با میگه، دختره میپیچی تو دوه پیچ، از اتاق میاد بیرون و ما این رفتن رو میبینیم. نورمن بیتس یا مادرش از یه چشمی که دختر داره حموم میکنه اون رو دید میزنه و بعد سرعت در لباس مادر به اون حمله میکنه، با چاقو اونو میکشه. اما چاقو مثل همه ی فیلم های دیگه هیچکاک به بدن اصابت نمیکنه، با یه فاصله نگه میداره، خون میاد. دختر که داره از دوش گرفتنش لذت میبره، دیگه نابود شده، زخمی در حال مرگ، دستشو بالا میاره و انگار میخواد چنگ بزنه، کمکی بگیره از این بر. میمیره. لحظه ای که رو زمین میفته لحظه دیدنیه. گوشه چشمش غیر از آب که رو از دوش اومده، اینم بگم دوش که سمت چپ کادره به شدت تهدید آمیزه. گفتم بارون رو شوم میکنه، اینجا دوش همون شوم میشه. و از همون جایی که دوش هست، از پشتش نورمن بیتس تاریک با لباس مادر میاد و حمله میکنه. با صحنه عجیب و غریبیه، یعنی صحنه دوش رو میشه به دقت درست داد. دختر میمیره، خونین روی زمینه، چشمش به چاهک آب دیزالف میشه و دوربین ادامه میده این حرکت رو از راست به چپ و از پنجره میره بیرون و صدای بیتس رو میشنویم. مادر بلاد بلاد، بدونی که هنوز اومده باشه و دیده باشه. مادر کشته، پسر باید چیکار کنه؟ پسر باید پاکسازی کنه، رد پای مادر رو، رد پای قتل رو پاک کن. زن فوق‌العاده است. چجوری پاک کردن، چجوری ترسیدن بیتس. و در آخر ماشین رو باید بندازه توی یک مردابی که متعلق به مادره. آخرین لحظه پولا رو که توی یک روزنامه هستن برمیداره میندازه تو ماشین. پس پول مسئلش نیست. پولا توی ماشین دخترک میره تو مرداب. صحنه مرداب هم دیدن، یه لحظه نمیسته، مردابا رو اذیت میکنه تا بالاخره قبول بشه.
یه کارگاه میاد دنبالشون که ببینه که دختر کجاست بعد از کی دو روز. کارگاه هم به همون سرنوشت دچار میشه، کشته میشه باز با لباس مادر. و اون نما نمای عجیبیه که از پله ها نارمیت پایین میاد و میاد پله ها پایین و اونو میکش. دوباره از اون چیزهایی که میشه به دقت گفت. بعد از همه اینها بالاخره خواهر این دختر و نامزدش موفق میشن بیان و وارد قصر بشن. خواهره وارد قصر میشه. جزئیات رو نمیگم با اینکه بسیار گفتنیه و منجر به این میشه که بالاخره نورمن تو همین جا دستگیر میشه. دستگیری نمیبینیم ولی صحنه بعد ببینیم که تو زندانه. نمای پایانی فیلم که یه پتو هم روشه، مادر داره صحبت میکنه با چهره نورمن، فقط مادر، و اعلام میکنه که من بی خطرم، من یه مگس هم نمیتونم برونم. نمای آخر این صحنه قوغاست و به نظر من بی نظیر در تاریخ سینما. یه دیزالوه به چهره مادر نابود شده، چهره که میبینیم از مادره. با یه دیزالو نورمن تبدیل به مادرش میشه. این فیلم از اوناست که واقعا میارزه پلان به پلان توضیحش بدیم. ببینید این رو، در تاریخ سینما منحصر به فرده و از بهترین آثار هیچکاک.